سوال خدمت شما داشتم. اول که تشکر میکنم که زحمت کشیدین تشریف آوردین. شما برای ما حکم یه معلم رو دارید، همونطوری که استاد برای ما یه استاده و یک معلمه، اندیشه های شما و رفتار شما هم برای ما الگوه. میخوام ببینم راهکاری رو پیشنهاد میتونین به ما بکنین که تردید هامونو کنار بذاریم، منظورتون چیه؟ آیا یه راهکاری رو به ما پیشنهاد میدین یا نه؟ ببینید، من حقوق خوندم، بنابراین وقتی دستگیر میشم دقیقا میدونم حقوقم چیه. میدونم اینجا بازجو نمیتونه این سوالو بپرسه، اونجا قاضی نمیتونه اون سوالو بکنه، اینجا نمیتونه به من بگه با چشمند بشین صحبت کن با من. این کارا رو نمیکنم، خودش هم میدونه من با چشمند حاضر نیستم باش یا به سوالاتش جواب بدم. اگر من به سوالاتش جواب بدم، شما حق دارید به من خورده بگیرید. اما اگر هر کدوم از شما که حقوق نخوندید برید اونجا، ممکنه حتی یه چیزایی رو از دیگران شنیده باشید چه حقوقی دارید، اما دچار تردید میشید. درسته؟ ممکنه در اون صورت به سوالاتشون جواب بدید، یا وقتی میبینید همه با چشمت صحبت میکنن بگید خب اشکالی نداره. پس اینه روندش اینه. من فکر میکنم یه چیزی که تردیدها رو از همه ما دور میکنه، اعتقاد داشته باشیم به درستی اون کار. درستی کار در یه عمل حقوقی چیه؟ قرارداد بین من و حکومت که قانون بین ما، قرارداد بین من و حکومت قانون، قانونی که مجلس شورای اسلامی بخشی از حاکمیت اونو تصویب کرده، میگه نباید یه متهم و برد در حین تحمل حبس یه اتهام جدید تفهیم کرد. تمام اتهامات بعد از دستگیری ظرف 24 ساعت پس از دستگیری باید تفهیم بشه. من به این قوانین خیلی ایرادا ممکنه داشته باشم، اما در رفتار خودم با حکومت میگم که آقا من به این قانون شما خیلی ایرادا دارم، اما قانونی رو که خودت تصویب کردی بیا اجرا کن. قانونی که میگه بعد از دستگیری تو 24 ساعت وقت داری به من تفهیم اتهام کنی و نه بیش از اون، بیا همونو اجرا کن. فکر میکنم یه چیزی که تردیدها رو از ما دور میکنه اینه که اولا سنگ بنای رفتار ما با حکومت قانونه و لا غیر، ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. معامله با حکومت، ما آزادی هامون رو با حکومت معامله نمیکنیم. ما یه حق بیان داریم، یه حق شهروندی داریم، آزادی بیان داریم. ما اینها رو با یه بازجویی، با یه بازجو و با ماموران دولتی معامله نمی کنیم. آقا این حق منه، شما باید بری اون ور خط وایسی، بعد ببینم طبق این قواعد باید با من صحبت کنی. نمیتونی منو تو خیابون بلند کنی ببری اداره اطلاعات، حالا بیا با هم صحبت کنیم، میخوایم مشکل تو حل کنیم. من مشکلی نداشتم، تو اومدی خیابون منو آوردی بدون حکم، من مشکلی ندارم. همینطور ظرف 24 ساعت باید به من تفهیم اتهام کنی و پس از اون نمیتونی. اینها چیزاییه که به نظرم من به زبان حقوقی اینا رو عرض میکنم، از منظر حقوقی اینها تردیدها رو از ما دور میکنه. اما قطعا در حوزه عرفانی یا عقیدتی روش هایی وجود داره که تردیدها رو از ما دور کنه. اجازه بدید من وارد اون بحث ها نشم، اینا من اونها رو کمی شخصی تلقی میکنم و فکر میکنم هر کسی روش های خودش رو داره برای غلبه بر تردیدها.